بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران محترم، خواهرای عزیزی که در تالار دیگه هستن، مشنون صدای ما را. درس سوم ما در کورس عقیده، عنوانش است منزلت عقیده در قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. طبعا وقتی که انسان یک علم میخوانه، در یک حلقه درس اشتراک میکنه، در یک مکتب میره یا در پوهنتون میره، قبل از اینکه درس خود اونجا شروع کنه، پیش خود تخمین میکنه که امی رشته را که من میخوانم چی ارزش داره، این خوب رشته است یا رشته دیگه را انتخاب بکنم. پس مطابق اینمی فهم خودش، هر چیزی که برایش بسیار عالی جلوه کرد، خوب جلوه کرد، باز میره امور اشتر انتخاب میکنه. کس را طب خوشش میه، یک کس دیگه میگه نه والا مرا طب خوشم نمیه، انجینیری خوشم میه، یک کس میگه نه والا مرا ژورنالیسم خوشم میه، خوب چیز است. و به این شکل هر کس رشته ها را انتخاب میکنه و میگه که مثلا در جامعه اینقدر ارزش داره، به خاطر ارزشش ما این را اختیار کردیم. اناله ما و شما عقیده توحید میخوانیم، عقیده در قرآن و سنت میخوانیم، این چی شرف داره؟ و کسایی که در این حلقه درس اشتراک میکنن، فرق از اینا با دیگر کسایی که دیگر اشتها را میخوانن و یا کسایی که دیگر چیزها را میخوانن، این را نمیخوانن، چی فرق داره؟ علما میگن که همیشه شرف علم از شرف معلوم معلوم میشه. چی مانا؟ مثلا هر علم یک معلومات داره. طب معلوماتش درباره وجود انسان است. مثلا انجینری معلوماتی که بر ما میده در قسمت ساختمانی و سیول و برق و این گپا بر ما معلومات میده. اینال هر علم منزلتش که چقدر عالی است، رتبهش بلند است یا پایین است، اول نمره است، دوم است، سوم است، چهارم است، این کلش از چی معلوم میشه؟ شرف علم نظر به معلوماتی که در او علم میگیریم، چی معلومات میده؟ شرف از او معلوم میشه. علما میگن که میفهمید که در عقیده قرآن و سنت معلوماتش چی هست؟ معلوماتش ذات خالق است، صفات خالق است.
افعال خالق است، اسمای خالق است، عبادت خالق است. پس از این خاطر تمام علما متفقون علیه به این نظر هستند که بهترین علوم علم عقیده در قرآن و سنت است. و با عزت ترین شاگرد و با عزت ترین حلقه درسی حلقه عقیده در قرآن و سنت است. الله سبحانه وتعالی عزت نصیب ما و شما بکنه، قبول بکنه که با عزت از دنیا بریم. چرا این قدر با عزت است؟ اگر انجینیر نبودی در دوزخ نمیری، اگر دکتر نبودی در دوزخ نمیری، اگر دیگه علوم یاد نداشته باشی، حتی فقه را اگر یاد نداشته باشی بازم یک گزاره میشن. لکن اگر کس عقیدش خراب بود کل دنیا را عبادتش بگیره شیطان واره. شیطان بیچاره چی مشکل داشت؟ عقیدش خراب بود، عبادتش بسیار زیاد بود. یعنی ببینین بسیاری کسا خدا فریب میتن، میگه والا من زیاد عبادت میکنم، ما والا ترک دنیا کردیم، ما والا لباس خوب نمیپوشم، ما والا میخواهیم که یک تکر در روحانیت داخل شوم، در صف ملائکه داخل شوم. برش بگویم که برادر عزیز، همی چیزایی که تو میکردی همی کارا را شیطان میکرد، ابلیس میکرد. عبادت کرد، طاعت کرد، در روحانیت بسیار خدا داخل ساخت و بالاخره در صف ملائکه قرار گرفت. لکن روزی که امتحان آمد انسان با عقیده، عقیده بر انسان ادب می بخشد. ادب با کی؟ با خالق. چندین درس ما امیر برتان گفتیم که وقتی کسی عقیده را خوان جرأت نمی کنه که در مقابل خالق متعال یک کلمه هم بیهوده بگوید، در مقابل ملائکه یک کلمه غیر مؤدبانه استعمال بکنه. امروز چقدر همین موسفیدا در بین مجالس ما شیشتیم، یک کسی که بسیار ادعای اخلاق و مسلمانی میکنه، میگه یک مثل میگن که اگر علما خیرات کنن باز یک ملائکه در آسمان دول میزنه. همین ضرب المثل بسیار در افغانستان مرواج است، ما از خودتاره که میشونیم. در اینمی جمله که در افغانستان استعمال میشه که اگر ملا صاحب خیرات کنه ملائکه در یک ملائکه در آسمان از دول میزنه، در این دو بیعدبی است که اردوش سبب کفر میشه. دو کفر است دیگه. یک کفرشی است که ملائکه که معصوم است. دول، شما کتاب های فقه را بخوانین، ما در فقه خواندیم در مذاهب چارگانه، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی. علما میگن که امی دول و سرنه و تبله و توله یا وسایل فسق است، خرید فروشش حرام است. یکی تو موسیقی میزنه ورا خود میگن که خب حرام است، لکن خود وسیله موسیقی را میگن وسایل موسیقی که است، وسایل فسق است فقه ها میگن. بناهن میگه این مثل شراب واره، خرید و فروشش حرام است. مسلمان حق نداره تبله بخره، مسلمان حق نداره جاز بخره، مسلمان حق نداره مثلا هارمونیا بخره، مسلمان حق نداره این وسایل بخره. چرا میگن این وسایل فسق است؟ خب ما گپ سر از او موسیقی هدف ما نیست. چطور و کسی که میگه آوازخوانی میکنه و موسیقی میکنه، ایره در جمله فاسقا حساب میکنن. فاسق است، حکمش فاسق است، به شرطی که حلال نگوی. اگه باز حلال گفت کافر میشه. و در حالی که ما یک کار فاسقانه را بگیریم به یک ملائکه نسبت بدیم و او معصوم است در قرآن، چرا این کارم میکنن؟ این کلمه کفر از زبان کی خارج میشن؟ از زبان کسی که در حلقه درس عقیده، در کورس عقیده اشتراک نکرده دیگه.
شاید بسیاری مسائل خوانده، تمام روز شعر خوانده، تمام ذکر کرده، تمام روز نماز خوانده، تمام روز مصروف از دیگه پا بوده، لکن از عقیده بخبر است که عصمت یک ملائکه تقاضای زیر میکنه که ما مجرد که نامش را یاد میکنیم بگوییم که جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، ملک الموت. حتی علمای عقیده میگن، میگن بر ملک الموت در قرآن و سنت کلمه ازرائیل استعمال نشده، شما همی کلمه را حق ندارین استعمال کنید، این بیادبی هست در مقابلش. در این عبارت کفر دومیش چی هست؟ اون کفر دومیش چی هست که علمای اسلام که در جمله شعائر اسلام و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب در قرآن میگه که هر کسی که شعائر اسلام، مکه شعائر اسلام است، مدینه سعی، ان الصفا والمروه من شعائر الله. چرا ما تو صفا را ببین، در بین کوها خردترین کوچکترین کوی صفا هست، بسیار خردترک است، لکن الله برش عظمت داده، ما برش احترام میکنیم. با کوی آسمایی در قصهش نیستم، اما با کوی صفا بسیار مردم عزت میکنه. ایناله کوی پامیر بلندترین کوه هست، ما شما برش کدام احترام خاصی نداریم، این یک کوه هست، اما احترام خاصی به چی داریم؟ به کوی صفا و به مروه داریم. چرا؟ شعائر الله هست. علمای اسلام که قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله برای مردم میرسانن، یار دیگه علما میگن که اینا هم از جمله شعائر اسلام هستن. اینا کسی که قرآن و سنت تدریس میکنن یا را توهین میکنن، تحقیر میکنن، که یا اینقدر کسی که خوانده بخیل میباشه که در زندگی خود صدقه نمیده. امی جمله را کی استعمال میکنه؟ امی جرأت بر ازی کی داده؟ چرا ما امی جرأت نداریم؟ به خاطر ازی ما جرأت نداریم که وقتی عقیده را خواندیم بسیاری از جرأت ها را از پیش ما میگیرن. یک نفر چند هفته پیش اگر فکرتان باشه اینجا آمد، گفت درباره صفات خالق چی نظر داریم؟ گفتم مثلا الرحمن و علی العرش استوا، رحمان بر عرش استوا نمود. گفتم خلاص استوا معلوم است، معنایش هم معلوم است، کیفیتش هم من نمیفهمم. با کم گرفته، چرا نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی؟ گفتم به خاطر از اینکه علم عقیده بر من میگه که کیفیت افعال خالق ما نمیفهمیم. خالق چه قسم استوا میکنه، استاد میشه چه قسم، مثلا خالق مثلا قدمش چه قسم است، وجه خالق چه قسم است، ید خالق، دست خالق چه قسم است، ما میفهمیم که عقیده داریم، لکن کیفیت شما نمیفهمیم. اگر بگویم این قسم است یا این قسم است، تشبیه میشه و در قرآن گفته لیس کمثله شیء. پس ما مجبور هستیم وقتی که در کیفیت رسیدیم بگیم که کیفیت نمیفهمم. امین نمیفهمم یک ادب است در مقابل خالق متعال. ما کیفیت صفات خالقه و افعال خالقه، چون ما مخلوق هستم نمیفهمم. کلمه نمیفهمم بسیاری کسا یاد ندارن، امی ادب نمیفهمم یاد ندارن. و در عقیده یکی از آداب در مقابل افعال خالق و ذات خالق و صفات خالق چی است؟ که کیفیت شما نمیفهمم. اینه می نمیفهمم ادب است. او کسی که میگه نه ما میخواهیم که بفهمم، به ادب است. پس برازو میگیم خلاص دیگه، تو که میخوای بفهمی کارت، لکن ما نمیفهمیم. چرا؟ به خاطر که گفته لیس کمثله شی، مثل الله هیچ چیز نیست. پس تو تسلیم شو، بگو ما به اینمی صفت در قرآن آمده، اینمی صفت در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، ما به می صفت باور دارم، ایمان دارم، لکن کیفیت از این صفت ما نمیفهمم. امی نمیفهمم ادب است در شناخت خالق. امی ادب از کجا یاد میگیریم؟ از خواندن عقیده در قرآن و سنت. از این خاطر وقتی که اینی ادب داشتی، از این خاطر علم عقیده تو را عزت میده، تو شاگرد با عزت هستی از تمام شاگردهای دیگه کرده. دیگر ما بد نمیگیم که مثلا طب خوب علم است، انجینری بسیار خوب علم است، ژورنالیسم بسیار خوب علم است، علوم اجتماعی، ساینس، ریاضی، زراعت، لکن
علم عقیده اشرف و اعظم و بزرگترین علوم است و شاگرد از این پیش الله عزتش زیاد است. چرا اینجا تو را ادب تعامل با خالق یاد میده، ادب معامله چه قسم با نام ملائکه را چه قسم بگیری، با پیغمبر چه قسم برخورد بکنی. امروز در افغانستان متاسفانه بسیاری حالات است، ما میگیم با ترس میگیم، بسیاری دوستا خفه میشن. چطور یک نفر میخیزه قصه سنگ تراش میکنه یا چوپان میکنه در شیر و یک پیغمبر؟ تصور بکنین پیغمبری که با الله، الله با او سخن گفته، با الله سخن گفته. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. موسى عليه السلام كلم الله است. در این شعر میگه که سنگ تراش العیاذ بالله برای خالق متعال نان تیار کرد، علو تیار کرد، یک ماه کار کرد. ببین اگر این ادب با خالق بفهمه، این نان خوردن، ای او خوردن، ای خواب کردن، ای چیزا که هست که ما را خو گرفته، ما را خو میبره، من نان میخورم، من گشنه هستم، یارم من به خاطر ازی میکنم که من یک مخلوق هستم، عاجز هستم، بدون خوردن زندگی کردن نمیتونم، بدون نوشیدن زندگی کردن نمیتونم، بدون اکسیژن زندگی کردن نمیتونم، تنفس میکنم، بدون خواب نرمال زندگی کردن نمیتونم. پس کلش دلایل عاجزی من مخلوق است. چطور یارا به خالق متعال نسبت بدیم؟ ادب با خالق تقاضای زیر میکنه که نباید این چیزا را به خالق نسبت بدیم. پس اینال عزت از این علم دیگه است که تو عزت خالق میفهمی، ولی الله العزه ولی رسوله، پیغمبرا با عزت است. در قصه موسی علیه السلام، موسی آمد، کلیم الله، پیغمبر اولوالعزم، شخصیت معصوم میای خانه مردکه را چپه میکنه. تصور کنید ما در آن میرم، یک کس بر تو بگه، بگه والا دمیرا میرفتیم، یک سنگ تراش یک خانگک جور کرده بود، اونجا استادایی تیر شدم، این خیمه ازیر چپه کرد. چنین ضرورت داشت که خانه یک کس را برای چپه بکنه و دل از او که باسای کرد که در سر استادایی یک لنگی سفید است و این مثلا لباس های یک عالم پوشیده، باز دل از اون نفر از اسلام سیاه شد. شما میگین والا استاد دایی بسیار اشتباه کرد، بسیار غلطی کرد. عین اینمی بی عقلی ها و اشتباهات به یک پیغمبر اولوالعزم در اشعار چی میشه؟ نسبت داده میشه. همین نسبت کی میته؟ یک کسی که عقیده را خوانده؟ نه، اگر از عظمت پیغمبر، یکی اولوالعزم است، ای که پیغمبر است معصوم، گناه کبیره چی که صغیره نمی کنه، ای خو کبیره شد که تو خانه مردم چپه کو، ای خو کبیره شد که دل یک انسان از اسلام سیاه کو. کی را نسبت میده؟ آدم است که یک روز در حلقه درس عقیده نشیشته که بفهمه که ادب با خالق چی هست، بفهمه که ادب با مخلوق چی هست، بفهمه که ادب با پیغمبر چی هست، بفهمه که ادب با ملائکه چی هست، بفهمه که ادب با قرآن چی است. آیا کسی که ادب با خالق داشته باشه برای خانم خود اسم الله میخره که در گردنش پرته و او کت زوده تشناب بره؟ آیا جوانی که عظمت قرآن و آیت الکرسی رو میفهمه او رو در گردن خود آویزان میکنه که بره در تشناب و او از پیشش در تشناب خطا بخوره؟ تصور بکنید امی ادبی که ما با نام الله چه قسم ادب بکنیم،
با قرآن چه قسم ادب بکنیم. او کسی که ادب با قرآن و سنت میفهمه، آیا تعویض نوشته میکنه سوره را که باز او قرآن در گردن طفل انداخته شد و طفل از پیشش خطا بخوره در تشناب؟ آیا کار میکنه که تعویض در گردن طفل خود پرته یا در گردن چاخ گاو خود آویزان بکنه و او باز به تشناب بفته؟ یک وقت بری که تشناب میبینی، یک روز یک میمان خانم آمده بود، تعویض و شتکش در کمود افتاد. شتکا ور خطای یزی را داشتن که کمود بند میکنن، خوره وقتی که زود ورداشتن، حالا که باز میکنن که قوطیگه که آینی چهار کنج است و در بین از او کلان یک صفحه زرد چاپ است: قل اعوذ برب فلق، قل اعوذ برب الناس، سوره فاتحه، آیت الکرسی، دیگه نامهای الله، و ای در بین قوطیگه تو داده شدگی و در داخل تشناب افتادن. آیا ای بی‌ادبی را در مقابل قرآن عظیم الشان، او کسی که جور میکنه، او کسی که میفروشه، او کسی که دگردن طفل خود آویزان میکنه، عرصی از ای از عقیده خبر دارن؟ اگر اینا میفهمیدن که الله عزت داره، کتاب الله عزت داره، پیغمبر الله عزت داره، هیچ وقت کار نمیکنه که به بی‌عزتی از اونا تمام شه. پس شرف علم عقیده در امین نقاط است که اولش علم با عزت است. چرا؟ اولش به خاطر ازش علم بسیار با عزت و با شرف است. نمبر یک، به خاطر ای که معلوماتی درباره ذات، صفات، افعال، عبادت و به شکل خلاصه معلوماتی درباره وحدانیت الله میده. چطور خدا با عزت فکر میکنی که خدای تا نشناسی؟ چطور او دکتر و او انجینیر و او پروفیسور، او محصل، او متعلم، او مدیر، او رئیس، چطور خدا با عزت فکر میکنه در روز قیامت؟ کی با عزت است؟ کسی که خالق میشناسه و یا کسی که خالق نشناخته با بی‌ادبی با خالق برخورد کرده؟ از این خاطر یک شد. دومش، به خاطر از این که ضرورت یک انسان به عقیده بلندتر از ضرورت یک انسان به اکسیژن است. در این اتاق اگر اکسیژن 5 دقیقه نباشه، ما شما کل محلاک میشه، از بین میره. علما میگن که از اکسیژن هم کرده که دمی اتاق عقیده مهمتر است. چرا؟ اگر اکسیژن برداشته شد میمریم، مردیم، به قبر میریم، از قبر میبریم ما را به پل، به میدان حشر. وقتی که عقیده درست داشتیم، القارعه، ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. کسی که دفتر اعمالش ثقیل بود، و دفتر اعمال کی ثقیل می باشه؟ از کسی که لا اله الا الله با معنا و مفهومش در ترازویش باشه. کسی که لا اله الا الله معتقد است، نه که به زبان میگه، در زبانت حمد گویا، در دلت پیدا سنم، ای بباطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ کلمه تو بخوانی که لا نیست اله هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از الله. اطمانای کلمه در ترازوی میزانت باشه که بگوی که ما بغیر از قانون الله و بغیر از عبادت الله همه را نفی میکنم، فقط قانون و عبادت مخصوص خالق است. این کلمه که با اما تا عقیده در ترازویت مانده شوه، بازی گرنگ میشه. از این خاطر علما چی میگن؟
میگن حاجت و ضرورت به عقیده حتی از اکسیژن یک انسان مهمتر است. سومیش، عقیده چرا عزت زیاد دارن؟ در بعض علوم نجات دنیا هست، طب تو را تا لب قبر میبرن، اما در قبر دکتر که تو کار نداره، وقتی که مردی دکتر میگه لبو بنشته مرده خانه، انجینیر تا وقتی که زنده هستی برات بلند منزل جور میکنه، روزی که مردی بلند منزل گلمش جمع شد، ژورنالیست تا وقتی که زنده هستی که ازت مصاحبه میکنه، وقتی که مرده بودی میگمش که مردو سنش کن. اما عقیده سعادت دنیا و آخرت نصیبه. پس در عقیده توحید سعادت دنیا و آخرت است و نجات در دنیا و آخرت است. چه قسم نجات در دنیا است و چه قسم نجات در آخرت است؟ در دنیا از بی‌ادبی نجات پیدا میکنی، هیچ وقت جرأت نمیکنی که در مقابل الله فکایی بگویی. همیل کسایی هستن، خصوصا همی کمونستای افغانستان، نامشان خود کمون نیست است، خداوند کمشان هم کنه و نیستشان هم کنه. کمونیست چرا کمونیست میگه؟ میگه کم میشه انشاءالله و نیست میشه. این کمونیست ها زیادتر فکایی دیده میشن ما، چون که شان زیاد در مجلس هایشان دیدیم، خصوصا در جای زیاد از در افغانستان. همی بدبخت هستن در دنیا به خاطر چی؟ که سر الله فکایی میگن، سر پیغمبر فکایی میگن، رشخند میزنن. انما نحن مستهزئون، ما خورش خم میزنیم، یعنی استهزا با مقدسات. ایره کی میگنه؟ انسانی که خالق خدا نشناخته باشه. پس در دنیا تو را از این لهو و لعب و گپای اضافی و شنیدن شعرهای احمقانه که علا سنگ تراش چطور کرد و گریانای دروغی و یا شعرهایی که مثلا فلانی چطور کرد، از این نجاتت میتونی وقتی که میخوانی میگمش که مجلس مجلسایی به درد نمیخورن و در آخرت نجات است از عذاب رب العالمین، که ملائکه ما کم بگیرش و بگوید که تو نسبت دوله برای ما دادی، تو باش که حال ما تو بیاره یک دانه چوب که از خود از دول جور کنی، دنگ 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 از پوست خودت زده برای که نفست بکشه. علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امر، ملائکه خلیز در گیری از وقت باز بهی باز برات معلوم میشه. پس سومی منزلت علم عقیده داری هست که سعادت و نجات دارین دنیا و آخرت داری هست. چهارمین منزلت و عظمت عقیده در چی هست؟ قلب انسان با عقیده توحید قلب سالم گفته میشه. الا من اتى الله بقلب سلیم، کدام قلب قلب سالم هست؟ قلبی که بیادب در مقابل خالق باشه، یا قلبی که خالق خدا بشناسه، ملائکه را بشناسه، کتابهای آسمانی را بشناسه، صحابه کرام سبحان الله بشناسه، عظمت و عزت صحابه کرام را بشناسه، و وقتی که اینا را شناخت محبت قلبی با اینا داشته باشه، باز اونو هست که قلب سلیم داره. پس عقیده عظمتش دهی است که قلب از امراض کفر، نفاق، جهالت نجات میده، و در روز قیامت کسی نجات پیدا میکنه که قلب سالم داشته باشه. قلبش از چی سالم باشه؟ از مرداری ها و کثافت های کفر، از مرداری و کثافت شرک، از مرداری و کثافت و ویروس ها و میکروب های منافقت، از کثافت و میکروب ها و ویروس های احزاب شیطانی و شیطان پرستی، از یا قلبت پاک میشه. قلبت با قالبت به خالق تسلیم میشه.
یعنی قلب سلیم است. و قرآن میگم گپ ما نیست، قرآن میگه که در روز آخرت نجات نصیب کی هست؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، فقط مستثنا کسی است که با قلب سالم در روز قیامت در مقابل خالق متعال استاد شد. ذره ای از کفر در قلبش نباشه، ذره ای از شرک در قلبش نباشه، هیچ وقت به زیارت سجده نکرده، هیچ وقت به قبر محمد صلی الله علیه و سلم سجده نکرده، به مدینه منوره رفته لکن به قبر صحابه سجده و رکوع نکرده، به قبر پیغمبر قلب سلیمش اجازه نمیده که سجده بکنه، هیچ وقت در مقابل پیر خود پایایش ماش نمیکنه، هیچ وقت نیازی نداره که به یک مخلوق خود ذلیل بسازه. کلی کارا رو چی میکنه؟ قلب سلیم میکنه. وقتی که خالق شناختی نیازی نداری که به بارگاه مخلوق خود ذلیل بسازی، خالق که از شارگ گردن برات نزدیکتر است، از 70 مادر برات مهربانتر است، مجیب از دعایت میشنوه، مهربان است، رحمان است، رحیم است، مجیب است، قریب است. وقتی که کل ازیر شناختی قلب تو سلامتی پیدا میکنه، سالم میشه. ای صفات خالق تمام میکروب ها را از قلب تو پاک میکنه. پس شرک در قلبت نیست. وقتی که شرک نبود هیچ وقت نمیگی که ما والا پیروی از پدرای میکنم. چرا؟ والا ما به دین پدرای خود هستیم. دین پدرایت خاطش پرستی بود جان کاکایش. اصلا پدر ما و شما افغان ها خو که اگر خوب پیش بریم، پدر کلان خمو پیش است که از اول شروع میشه، از زمان جمشید شروع کنیم و از زمان از اونا که شروع بکنیم، پدر کلان های ما و شما خو اینمی آتش پرستای نوروزی بودن که عیدشان عید نوروز بود، عبادتشان هم آتش بود. و این تاریخ هم میگه، شما بفرمایید دانشمندای متخصص پرسان کنین قبل از اسلام در افغانستان چی بودی؟ بود تو بامیان خب بابا کلان ما تو جور کرده بود، کسی دیگه خواست خارج نامده بود جور نکرده بود، آتش پرستا خب پدر کلان های ما تو بود. پس فرهنگ اصیل ما فرهنگ آتش پرستی هست، لکن این فرهنگ آتش پرستی را مسلمان بودن و قرآن بودن و ایمان داشتن ما با قرآن تایید میکنن. نخیر، قرآن گفت فرهنگ جاهلیت هم 360 بت مجسمه تاریخی خود ساخته بودن و در اونجا چهار اطراف کعبه شریف مانده بودن، لکن وقتی که اونا گفتن که لا اله، با گفتن لا اله ابو لهب میفهمی چی گفت بر ابو جهل؟ گفت یک گپ خطرناکی را محمد صلی الله علیه و سلام میگه. چی میگم؟ گفت 360 بت نفیه میکنم. میگه بشکنانه، ما بت بامیان یک دانه بت 14 سال پیش شکست، تابال فاتیهش خلاص نمیشد افغانستان، لکن پیغمبر و صحابه 360 بت بامیان در اطراف کعبه تک تک کردن، لکن در یک روز گلمش جمع شد. چرا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی برای زنا توحید تشریح میکرد، قلب از اینا از محبت بت‌ها پاک شد. وقتی که قلب به خالق ارتباط گرفت باز مخلوق نفی میکنه، وقتی که مخلوق نفی شد قلب به خالق ارتباط گرفت، باز یک ساعت 360 بت از بین رفت، کس در قصه شد نشد. از این خاطر پنجمین دلیل ما گفتیم چی است؟ که پنجمین علتی که عقیده را اشرف و علوم میسازه که معانی بزرگ در قلب جای میگیره. کدام معانی؟ نشته کنین. پنجمیش معانی بزرگ، معانی بزرگ محبت، خوف، عظمت، تصدیق، ادب، این معانی در قلب انسان جای میگیره. محبت چطور؟ چه قسم محبت پیدا میشه؟ آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟
سکن محبت. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی، هر دو دنیا را برش میدی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ اینجا در قرآن چی میگه؟ الله سبحانه و تعالی میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. بعضی از مردمان کسانی هستند که بغیر از الله شریک میگیرند، با الله شریک میگیرند، پیغمبر شریک میگیره. بعضی هم مثل نصرانی ها، مثل بت پرست ها که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و مجسمه جور کرده بودن. بعضی ها اولادای پیغمبر شریک خدا میسازن، بعضی کسا اولیاء الله را شریک خدا میسازن، بعضی ها حیوانات العیاذ بالله شریک میسازن. میگه و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. اینقدر با هم رایز و محبت میکنن که مثل که یک مسلمان با الله محبت میداشته باشه. باز میگه والذین آمنوا، اما کسانی که ایمان دارن، اشد حبا لله، محبت بسیار قوی با الله دارن. این محبت قوی با الله از کدام طریق بر تو پیدا میشه؟ وقتی که تو الله را نشناسی. الله را از چی میشناسی؟ عقیده قرآن و سنت معرفی میکنه برای تو ذات خالقه، صفات خالقه. وقتی که کسر زیاد شناختی، به اندازه شناخت زیاد محبت زیاد پیدا میشه. از کلگی که زیادتر مادرت میشناسی، چرا که مادرت از روزی که تولد شده میشناسی تا باله، پدرت یک در رقبات میشناسی. این حال با مادر خود انسان زیاد محبت داره، مادر زیاد میشناسه، پدر باز از مادر پدر زیاد دوست داره، پدر میشناسه، باز عمتو آهسته 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 دیگر آره. اما اگر یک مسلمان خالق خود خوب بشناسه، که او خالق از چه وقت میشناسیم؟ از کدام روز؟ الستو به ربکم، از روز که هنوز ما و شما در عالم ارواح بودیم. پس اگر با اونمو عالم ارواح دمو خط حرکت بکنیم، خالق خود درست بشناسیم، باز والذین آمنو اشد حب لله باز بر ما پیدا میشه، خوف الله پیدا میشه. چون قلب انسان در بین چی میباشه؟ قلب مؤمن در خوف و رجا. قلبی که عاری از خوف و رجا بود، بعضی کسا ببینین خوف و رجا چی رو میگن؟ خوفی است که تو از عدالت خالق متعال در حذر باشی. اگه من مال کس را بخورم، در روز قیامت الله به اساس عدالتش مرا محاسبه میکنه. ما که نمازهای ما قضا کردیم و اون نفر که همیشه پنج وقت نماز خوانده، آیا ما و از او سرنوشتیم یکی خواد بود؟ عدالت الهی تقاضا میکنه که کسی که نمازهای خود پنج وقت در جماعت خوانده و ای کسی که جماعت نخوانده، او وزی که در پیشتر در جنت بره. تو هم برو خو یک چند روز در پل صراط یک چند ماه تیر کن، در توقیف یک چند وقت باش، عدالت میره تقاضا میکنه. او کسی که در مقابل دشمنای اسلام می جنگه و 72 ساعت خواب نداره و تو 72 ساعت است که موسیقی میشنوی، باز تو هم امیدوار از یه که در جنت بری و هم برنه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین، مجاهد و کسی که در زیر ضربات دشمنای اسلام لحظه به لحظه گوشتش سیاه میگرده، استخوانش به درد میه، در جبهات است، او با یادمه که قشیشته قاید است و چکر میزنه و خنده میکنه و هنوز عدالت الله تقاضا ایزه میکنه. پس قلب مسلمان در خوف میباشه از عدالت الهی و با امید میباشه بر رحمت الهی. پس اگر قلب در بین خوف رجا بود، فکرت، عملت تعادل ایجاد میشه در فکر و عمل. ام عبادت میکنی، ام از سرنوشت خراب عاقبت میترسی. یکان تا میگه نه، برو هر کار که میکنی، الله لک بخش است. خب بیبی، افراد در امیدواری. از این خاطر مرد دلت الان چی میگفت؟ مرد دلت الان هم میگفت که اگر در روز قیامت صدا شوه که
در روز قیامت صدا شود که تمام مخلوقات در جنت برن و یک نفر در دوزخ برن. نیگه من میترسم هم یک نفر دوزخی من نباشم. این خوف میدون. و گفت اگر صدا شود که کلگی در دوزخ بره یک نفر در جنت بره، ما امیدوار هستم هم یک نفر جنتی ما باشم. امید به رحمت الهی و خوف از عذاب الهی. اینا میگن قلب است که در بین چی قرار داره؟ خوف و رجا. خوف ترس میگن، رجا امیدواری میگن. پس تمام این معانی محبت، خوف، عظمت خالق، تصدیق به قوانین الهی، ادب با مقدسات از چی پیدا میشه؟ از عقیده پیدا میشه. از این خاطر استاد عقیده هم با عظمت ترین استاد است به نزد الله، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد عقیده بود، با عظمت ترین شخص در جهان بشریت بود. شاگرد عقیده هم صحابه کرام بودند، با عظمت ترین شاگردا بودند. و مکتب عقیده مکتب نبوت بود، این هم با عظمت ترین مکتب بود و پوهنتونی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسیس کرد بزرگترین با عظمت ترین پوهنتون بود، چون پوهنتونی بود با اساس عقیده تاسیس شده بود. مسجدی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اساس تقوا و عقیده گذاشته بود، مسجد نبوی، با عظمت ترین مساجد هستند. و به میشکل حکومتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسیس کرد حکومتی بود با اساس زیر بنایش توحید بود، عقیده بود، یکتاپرستی بود، بهترین حکومت ها بود. از این خاطر اگر ما میخواییم استاد ما در خط رسول بره، او هم عظمت و عزت پیدا میکنه. شاگرد ما هم که در خط صحابه کرام برن عزت و عظمت پیدا میکنه. مسجد ما مگر مسجد نبوی وارد شد و حکومت ما مگر حکومت رسول الله وارد شد عزت پیدا میکنه. ششمی علتی که عقیده بسیار عظمت دارن ایست که قوت عقیده سبب قوت عمل میگردد. قوت عقیده سبب قوت عمل میگردد. چی معنا قوت عقیده سبب قوت عمل میگردد؟ معنایش چی است؟ این فرمول است. کلش فرمول هاست که یک یک بر شما بیان میشه و هر فرمول باید نوشته شوه و حفظ شوه و در حافظه سپرده شوه و بعد دیگه دوستا باید برسانیم. در غیر از او قوت عقیده سبب قوت عمل میگردد. یک فرمول شد، فرمول اعتقادی. خب معنایش چی است؟ معنایش چی است که کسی که عقیده قوی داشته باشه عملش تقوایش قوی هست. چرا؟ او نفر آماده هست که به خاطر الله خون خدا بریزانه و ما و تو آماده نیستیم، حتما مشکل در عقیده داریم. چرا او صحابی خانمش تیار نه و عروسی کردن نکاح کرده، یا عروسی نکردن نکاح نکردن نه و کالا میخره که میره آل شب نکاح ازی هست، او اونمون لحظه و شب نکاح خدا ترک میکنه میره کت پیغمبر خدا و شهید میشه. چرا او عقیده داشت؟ سیکنین. او به یه عقیده بود که اگر من دمی شب نکاح خود شهید میشم، آل یک خانمی را امراش نکاح میکنم که یه حیض داره، نفاذ داره. از خاطر برازو میگه شهادت یک لذت بود از رفتن با تو جای او. قوت عقیده سبب قوت عمل میشه. یک صحابی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خرما را من بخورم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که تو اگر شهید شوی از این که خرمای مدینه منوره را عجوا میگفتند که بسیار میگفتند خرمای بسیار زیبا و خوبش بود و کس که صبحانه هفت دانه از او بخوره از سحر و از زهر و گپا نجات پیدا میکنه. اینال چطور اما خرمای زیبا را ای صحابی ترک میکنه؟ به خاطر که عقیده داشت که اگر من در راه الله شهید میشم خرمای را میخورم که باز او لذتش از این لذت از این کده بسیار زیاد است. پس انسانی که عقیده قوی داشت میفهمه که در اسلام نقص نیست. والله میفهمه که در بندگری نقص نیست. حالا ما تو نقص کردیم یا کسایی که بندیست؟ ما تو نقص کردیم.
او کسی که بندی است خدا نقص نیست. ما او تو که مثلا خوب همه تو خدا کریم چرپ میکنیم و او قمچین میخورن، ما او تو نقص کردیم یا او نقص کرده؟ او نقص نکرده، چون او هر قمچینش دلیل است پیش الله که به خاطر کلمه توحید لعنت خورده. وجود ازی در روز قیامت بر شهادت میده که یا الله اینمی قسمت وجود ما به خاطر تو آسیب دید توسط دشمنای اسلام. پس قوت ایمان انسان قوت عمل میباشه. مجاهد تا که ایمان خود قوی نسازه در جهاد رفته نمیتونه. جوان بر خود دو صد قسم دلیل جور میکنه، بر بیغیرتی خود دلیل جور میکنه، از قرآن دلیل پیدا میکنه. اما اگر باز با عقیده قرآن خواندی، باز او دیگه چیز برای تو درس میده. اینی از منفعت عقیده که عقیده قوی داشتی قرآن هم صحیح خوانده میتونی، عقیده ضعیف داشتی اما قرآن هم غلط تفسیر میکنی مثل علمای بنی اسرائیل. عقیده قوی تو را از حرام نگاه میکنه. چرا رشوت میخوریم؟ عقیده ما ضعیف است. چرا سود میخوریم؟ عقیده ما ضعیف است. اگر سود نخورم، اگر رشوت نخورم تباه میشم، اولادای غذای خود چطور کنم؟ اگر این عقیده داشته باشه که الله رزاق است، ذوالقوه است، متین است، آیا در بین بحر بر از اون ماهی غذا نمیرسان است؟ خانه ما یک وقت بغل کو بود در یک خانان زنکن بود، بیا بچیم سعی کنم. چی رو سعی کردم؟ ما سنگ از شکستاندیم، در بین سنگ کرم است و در بین دانه کرمکی که در بین سنگ است برگ است. سنگ هم بسته است، بر از اون کرمک در داخل سنگ غذا میرسد. برای حیوانات در سرای کو خشک بود غذا میرسد. آیا الله چون بر تو رزق نمیرسند؟ چون عقیده ندارن. عقیده است، ضعف عقیده است که آدم به غلامی میکشند. ملایی که عقیده نداره گپ زدن نمیتونه. اگر عقیده قوی داشتی غیرت هم پیدا میکنی، شهامت هم پیدا میکنی. برای قاتل گفته میتونی قاتل هستی، برای جنایتکار گفته میتونی که تو خودت جنایتکار هستی، برای امریکایی در پیشروش میگی که تو تروریست هستی. چون عقیدت قوی است، اگر کشته شوی نقص کردی. نه، خدایا به خاطر ازی که دشمنت را بد میدیدم مرا کشت، الله برات عزت میده. پس چرا نماز نمیخوانیم؟ ضعف عقیده است. چرا عروسی اسلامی نمیکنیم؟ ضعف عقیده است. چرا محبت مخلوق نسبت محبت خالق بهش ما زیاد است؟ محبت خالق که در قلبت بود کل دنیا خفه شود، کل دنیا خفه شود، لیکن الله خفه نشه. نمازت، روزیت، حجت، زکاتت، جهادت، عبادتت، دعوتت، چرا از جیبت پیسه نمیبرایه؟ عقیدت ضعیف. چرا به خاطر اسلام مصرف نمیکنی؟ عقیدت ضعیف. چون میفهمی که این پسره است. یک کسی را پرسان گفت گفت کدامش خوشبخت است؟ عقیدی که خوبی شد ازار پیه در مزید گفت فلانی مدرسه است، ازار پس جیب دادی به مدرسه است. اینجا خوشحال زیاد میباشی؟ سعی که عقیدت حساب کن. یا در رای مسجد میرفتی یک کس آمد گفت به ازاری بخشش در جیب تیره پرد. او ازاری که تو در مسجد به خاطر مدارس دادی دیگه زیاد خوشحال هستی؟ و یا او ازاری دیگه که برات دادن که بگی مصرف کن، او از اگر اولیش خوشحال شدی عقیدت قوی است. چرا؟ به خاطر که او هزار بگیری در مسجد دادی و در مدرسه دادی، ای در روز قیامت یک روزی که 50,000 سال است به دردت میخورن. و ای هزاری که حال بر تو کس داده ایره که تا فروشگاه بری وقت کلش مصرف شده، دو ساعت هم پیشت نمیمانه. پس کی عروسی اسلامی میکنه در جوانان؟ کی نماز پنج وقت در جماعت میره؟ کدام جوانا در صف جهاد قرار دارن؟ کدام جوانا
از حرام خدا نگاه میکنن، کدام کسایی هستن که رشوت نمیخورن، کدام جوانایی هستن که 24 ساعت عمر خدا در دعوت اسلام وقف کردن، کدام جوانایی هستن که زحمت زیاد میکشن تا که بتوانن به اسلام خدمت بکنن، کی هست وقت خدا، انرژی خدا و مال خدا در راه اسلام قربان میکنن، مصرف میکنن؟ کسی که عقیده قوی داشته باشه. اما اگر عقیده قوی نداشتی باز هیچ کارا را کرده نمیتونی. از این خاطر کس را نگو که آروسی اسلامی بکن، من هیچ کس را نمیگم، کس را میگم که عقیدهش جور شده باشه. او باز نمیگم، من نمیگمش، خودش میگه که من آروسی خود اسلامی میکنم، خودش میگه من 5 وقت با نماز میگم. کس را نگو که ریش تکل نکو، ریش بان. عقیدهش که قوی شد فهمید که چهره ریش داره، پیغمبر خدا دوز داره، الله دوز داره، ولو که بسیار ما بعد قواره معلوم شد، لیکن آنچه که الله دوست داره، چون من محبت با الله دارم. هفتمی فرمولشی است که چرا منزلت عقیده عالی است، هفتمیشی است که فهم عقیده سبب تقویت در تصمیم گیری ها میشه. هر تصمیمی که در زندگیت میگیری که حلال بخورم، حرام بخورم، جایز باشه، ناجایز باشه، کجا برم، چی کنم، چی نکنم، این تصمیم گیری ها کلش تعلق میگیره به عقیده. عقیدت ضعیف بود، تصمیمت ضعیف است. عقیدت قوی بود، تصمیمت قوی است. اشتمیش منزلت عقیده در چی هست که فهم عقیده نجات از افکار و اندیشه های شیطانی است. چرا امروز مردم کمونیست میشن؟ مشکل عقیده دارن. چرا دموکرات میشن؟ مشکل عقیده دارن. چرا شیطان پرست میشن؟ مشکل عقیده دارن. چرا نصرانی میشن؟ عقیده توحید نمیفهمن. امیال دمی احزاب نشنالیستی آل فلانی قوم پرست است، پشتون قوم پرست است، تاجک قوم پرست است، آزاری قوم پرست است، ازبک قوم پرست است، عرب قوم پرست است، عجم قوم پرست است. چرا قوم پرستی میکنیم؟ به خاطر که این اکرمکم عند الله اتقاکم، ما معنیش نمیفهمیم. عقیده ما عقیده قرآنی نیست، از این خاطر قوم پرست هستیم. چرا کمونیست میشه؟ به خاطر از اینکه عقیده را نمیفهمه. اگر عقیده را فهمید، پس از این خاطر میگه که فهم عقیده نجات از افکار و اندیشه های شیطانی است. این فرمول است. یک روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک خط کشید در روی زمین. یک خط کشید، این خط که کشید گفت اینی راه راست است، و در اطراف از این خطکای خرد خرد دیگه کشید، راست چپ راست چپ راست چپ، دیگه خط کشیده رفت. صحابه آمدن این نقشه‌ای که پیغمبر کشیده در روی زمین اینه مطالعه میکردن. سعی کنین رسول اکرم در روی زمین خط کشید، یک خط راست کشید، باز طرف راست یک خطک، چپش این طرفش، این طرفش، این طرفش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که اینی خط، خط مستقیم است، صراط المستقیم است، و اینی راه های کوچک است، ای طرف ای طرف راه های دیگه است که منحنی شده به طرف چپ و یا به طرف راست، یا به طرف راست منحنی شده به طرف چپ. این خطایی است که راه های دیگه است غیر از راه توحید، راه اسلام. فقط در سر هر راه یک ابلیس شیشته، یک شاگرد ابلیس. اگر برای ما به این راه مستقیم کی رفتم میتونه، پس از این راه ها کسی که عقیده قوی داشته باشه، این طرفش کش کرد کل دنیا نشنالیست شوه، من اعلان میکنم که من نشنالیست نمیشم. کل دنیا، کل افغانستان حزب قومی جور کنم، من از کل احزاب قومی کافر هستم و من یک فرم طاغوت کل شکم. کل افغانستان اعلان کنه که ما دموکراسی را قبول داریم، ما میگیم که دموکراسی حکم طاغوت است، ما قبول نداریم، اسلام قانون ماست. اگر اسلام که دموکراسی بلندتر از پیش تو، مشکل عقیده داری، بیا یک چند وقت در کورس عقیده بخوام که عقیده جور کن، باز میفهمی که عزت در اسلام است، عظمت در اسلام است. الله سبحانه وتعالی کل ما و شما را توفیق نصیب بکنه که عقیده اسلام یاد بگیریم، در درس عقیده بشینیم، و الله برادر مسئولیتانی است که این درس ها را به فامیلتان، به دوستایتان برسانیم. در غیر از او در روز قیامت مسئول هستیم، یا خود ما مستقیما برسانیم و یا غیر مستقیم از طریق سیدی و کسیتی گفا برسانیم.
الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. قسم استاد گفتن هر کس مفهم درک خود از درس بگیرم. یک درس مهمه که ما امروز گرفتم که عقیده در کل اسلام و بعد عقیده همه ما را واقعا انسان میسازه. ما انسان هستیم اما واقعا ما را انسان میسازه، به خاطر که یکی از ویژگی های تمدن یا پیشرفتی است که انسان جهانی میسازه، یعنی انسان با جهان آشنا میسازه. اما یکی از فرهنگ و تمدن، یکی از ویژگی های دین به ویژه دین اسلام ای است که جهان انسان میسازه. تمدن که است انسان جهانی میسازه، بلکه دین که است جهان انسان میسازه. بنان واقعا دین ما بهترین دین است. اگر واقعا ما به صورت درستش که قسم استاد خدا خیر بده و همه ما را که به صورت درست تشریح کردن، اگر ما واقعا بدانیم واقعا انسان میشه. بسیار به شکل مختصر و کوتاه خدمتان عرض میکنم که آنچه که ما امروز در عقیده مشکل داریم و در افکار ما بعضی مسائلی که در تضاد قرار میگیره، آن است که ما آنچه که میخوانیم، چی در مسجد، چی در پهنتون، چی در خانه ها، چی در هر جایی که هستیم، آنچه که میخوانیم در زندگی عملی خود در تناقض میبینیم. انسان اگر یک شخصی از شما را بپرسم که آیا سفر در موتر خوش دارین یا در تیاره، همه گیتان دست بلند میکنین که ما در موتر سفر کردن خوش داریم، در تیاره را خوش نداریم. چرا؟ و اگر نه، تجربه ای که امروز حاصل شده ای بوده که نسبتی حوادثی که موتر بیشتر داره تیاره نداره، چون که تیاره، ما و شما با تیاره آشنا نیستیم. یک دلیل عقلی است. امروز زمانی که ما بحث از عقیده میکنیم، بحث از عقیده میزنیم، او را در ساحه زندگی عملی خود نمیبینیم. آیا چی علت بود که حضرت بلال با این قدر مشکلات و شکنجه که از طرف امیه ابن خلف میشد صبر و تحمل داشت؟ از این لحاظ چیزی اخیری است که انسان در مجموع از دو چیز برخوردار است، که یکی انسان غرایز داره و همچنان انسان حاجات عضوی داره، که اسلام، عقیده اسلامی تنظیم کننده هر دو امور است. برای ما میگه که چه قسم لباس بپوشیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوی. و همچنان خداوند جل جلاله برای ما شما تنظیم امور برای ما شما درست ساخته و برای ما شما مهیا ساخته. از این لحاظ در مجموع ما شما با خواندن همچون یک درس ها در کوشش یزی باشیم که راه های حل چی است. ما هنوز گمراه هستیم، در اصل گمراه به این هستیم که راه های حل هنوز نیافتیم. باز هم تشکری میکنیم از استاد محترم که درسای عقیده که واقعا درس است، درسی که واقعا انسان ساز است، اسلام ساز است، درس عقیده است. اگر ما و شما شب تا روز، چی در بخش شریعت باشه، چی در بخش حقوق باشه، چی در بخش ادبیات و هر چیزی که باشه، درس عقیده تدریس نمیشه. اگر درس عقیده امروز در پهنتونا تدریس شود، اولین پوینت منفی که محصلین عقیده میگیرن او خود پهنتون است و خود نظام حکومت است. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. ما میخوایم یک استاد اسمی گفت که چون ما اعمالی که الله بر ما یا کارهای خدا بر ما گفته عمل نمی کنیم، یگانه یکیش ضعف عقیده است. من یکی از صنفا درس می دادم در مدرسه، یک طفل بسیار خرد اسم سجاد بود، یک لباس، یک کلاه پوشیده بود، مارک بارسلونا بود، صلیب. ما برش گفتم سجاد، تو لباس، یعنی کلاه پوشیده که دهی بارسلونا است، مارک صلیب است، می فهمی صلیب چی است؟ اشتکاکای دیگه هم بودن، اونا می فهمیدن، اما خودش اونا می فهمید. پس من گفتم یه صلیب است. این بچه برای همه چی گفت؟ استاد کلاه ما پاره کنه. الله اکبر. من ایمان از این چقدر بلند تصور کردم. برای همون زدخته میگه استاد چون دهی مارک صلیب است، تو کلاه ما چیر کو پاره کنه.
اما آل دی سفیده افتا سال بوی کاکا جان همی خود اسلام نیست آوی رسم رواج است اما او طفل خورد کوچک استاد میگه تو کلای ما پاره الله اکبر ولی که بر من خودم پیش خود خجالت کشیده است ایمان است ایک و ایمان ما است ایک و کلمه ما است ایک اون الله تو إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله